یه وبسایت دیگه جایگزین بایننس، این دومین وبسایتی که بهتون معرفی میکنم. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب همونطور که پیشتر بهتون قول داده بودم، دارم وبسایت‌های جایگزین بایننس رو بهتون معرفی میکنم. وبسایت امروز خیلی فرق میکنه با وبسایتی که توی ویدیو پیشین براتون گفتم و در واقع وبسایت کوین اکس گرفتیم دیدیم. وبسایت امروز امکاناتش خیلی گسترده است، ولی تمرکزش روی بخش خرید و فروش دستی یا صرافیش نیست. خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد، خب یعنی چی؟ چه مفهومی داره؟ به چه صورته؟ وبسایت امروز وبسایت signali.com یه وبسایتیه که در واقع خدمات دهنده کپی تریدرها و ربات تریدرها هست. کپی تریدرها چیان؟ فرض بکنید من یه سری معاملاتی انجام میدم که شما من قبول دارید و میاد میگید که خب حالا ما که قبولت داریم، آقا بیا این معاملات رو عیناً برای ما هم انجام بده. خب این که من بخوام چند تا سیستم همزمان باشم، نهایتاً دو تا یا سه تا رو بتونم کنترل بکنم، یا حالا یه تیمی تشکیل بدیم و چند تا رو، ولی این وبسایت این خدماتو میده که هزاران نفر وصل بشن و تمام معاملات یک فرد دیگر رو بتونن کپی بکنن. البته اون فرد لازمه که تو این وبسایت ثبت نام کرده باشه و این امکان رو به بقیه بده که معاملاتش رو کپی بکنن. خب این خدمات اولش خدمات جذابیه. مورد دومش اینه که یه سری ربات تریدر داده، یعنی معاملات شرطی. ربات‌ها چیکار می‌کنن؟ پیشتر در موردش مفصل توضیح دادم، الان خیلی سریع میگم. یه سری الگوریتم‌ها رو چک می‌کنن، مثلا میگن اگر فلان چیز، مثلا اگر مووینگ اوریج 9 مثلا عبور کرد از مووینگ اوریج فرض بکنید 15، فلان سیگنال رو داریم. اگر از بالا در واقع قطع کرد، اگر از پایین قطع کرد، دستور میده که بخره یا بفروشه، پوزیشن شورت بگیره یا لانگ بگیره. تمام اینها رو به صورت شرطی خود ربات دستور، یعنی نمودار رو میسنجه، هر وقت شرایط لازم فراهم شد وارد معامله میشه. پس اینم خدمات دومش که خیلی جذاب و جالبه. در مورد خدمات اول و دوم این توضیح رو بهتون بدم که سیستم کپی تریدینگش برای معاملات خود من در واقع ثبت نام داخلش نشد، یعنی من داخلش ثبت نام نکردم که کسی بتونه معاملاتم رو کپی بکنه. چرا که حالا مسئله اخلاقی دیگه، من ترجیح میدم مسئولیت پول خودم رو خودم به عهده بگیرم. حالا ممکنه من از هر 100 تا معاملم 95 تاش با سود همراه باشه، ولی نمیخوام به خاطر اون 5 تا معامله ای که ممکنه با ضرر همراه باشه، خدای نکرده مدیون کسی بشم. برای همین هم سیستم کپی تریدینگ رو برای خودم فعال نکردم، ولی برای ربات تریدینگ یا معاملات شرطی امکانش رو فراهم کردیم و ربات‌هاش رو توی وبسایت من هست، میتونید دسترسی داشته باشید. پایین همین ویدیو هم توی متن براتون یه سری لینک میذارم، فکر می‌کنم لینک‌های به درد بخوری. این سایت یه قسمت دیگه هم داره که خودمون میتونیم معامله بکنیم و میتونیم نقل و انتقالمون رو به صورت تتر یا بیت کوین یا یه سری ارزهای دیگه تو شرایط خاص داشته باشیم که بریم با هم دیگه ببینیم که به چه صورته و اول ثبت نامش چطوره، بعدم محیط سایت چطوریه. وبسایت خیلی جذابیه. اگر میخواید یکم بیشتر از معامله گر یا صرفا نگه دارنده یا هولد کننده ارز دیجیتال باشید، این وبسایت وبسایت جذابیه. بعد از این بازم وبسایت های دیگر رو هم بهتون معرفی میکنم. سعی کردم وبسایت های معتبری باشن و البته خدماتشون خاص باشه. یه نکته هم در مورد وبسایت سیگنالی بگم، اکانت شما، بالانس شما، در واقع کیف پول شما توی وبسایت سیگنالی زیر نظر بایننسه، یعنی از این بابت میتونیم خیالمون راحت باشه. البته خود سیگنالی حتی بدون فیلتر شکنم تو این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم، حالا ما جای زندگی میکنیم که از فردامون هم خبر نداریم، تو این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم بدون فیلتر شکن هم میاد وبسایتش بالا و مشکلی هم با ایرانیا نداره. البته با فیلتر شکن سرعتش بهتره و از اون طرف هم بایننس هم هنوز هیچ ایرادی بهش نگرفته. بریم ببینیم این وبسایت سیگنالی که ما این همه تعریفش رو کردیم چیه. خب وبسایت بعدی که می‌خواستیم بهتون معرفی کنیم به عنوان جایگزین بایننس وبسایت سیگنالیه. شما میتونید سیگنالی رو توی گوگل جستجو کنید، Signaly، اگر که اینو وارد بکنید یه چنین صفحه‌ای براتون باز میشه توی گوگل و اینجا میتونید روش کلیک بکنید. لاگین داره، ساین اپ داره. قسمت ساین اپش که اگر روش کلیک بکنیم صفحه‌ای باز میشه که شما میتونید از طریق اون ثبت نام بکنید. البته چون ما قبلا ثبت نام کردیم این صفحه برامون باز
اینطوری باز میشه. ولی خب قسمت ثبت نامم پیشتر من ضبط کرده بودم، اونم براتون آخر همین ویدیو اضافه میکنم که اگه دوست داشتید ببینید. برای ثبت نامش خیلی ساده است، با یه ایمیل خیلی راحت میتونید ثبت نام بکنید. خیلی خوب، بریم سراغ داشبوردمون. وقتی که ما وارد وبسایت signaly.com میشیم، همین که وارد میشیم یه چنین داشبوردی میبینیم. اینجا پروفایلمونه که میتونیم واردش بشیم و مشخصات و اینها رو ببینیم. اینجا من برای مجموعه ربات‌های اماین رو درست کردم، یه اکسچنج درست کردیم که شما میتونید اکسچنجتون از همینجا هم درست کنید. My Exchange Accounts که بزنید اکسچنج براتون درست میشه. اکسچنجتون دو نوع داره، یکی اسپات داره یکی فیوچر. الان این که هیچی ننوشته رو من ملاک گذاشتم برای فیوچر، یکی هم اسپات. بریم یه دونه اکسچنج درست بکنیم با هم ببینیم چه جوری. خیلی ساده، مثلا من اینجا بیام create a new exchange، نوعشو اسپات یا فیوچرشو انتخاب میکنم و اسمشو مثلا میذارم فیوچر یا فیو یا هر چیز دیگه یا اسپات هم همینطور. بعدم سیوش که بکنم اکسچنج من درست میشه. این کار اول باید انجام بدین، خیلی هم ساده هست. حالا میخوایم پول واریز بکنیم ببینیم به چه صورته. اینجا وقتی که روی این گزینه میزنیم، الان توی این اکانت یه مقداری قبلا تراکنش انجام دادن به خاطر ربات ها و بعدم برداشت کردن مبلغی رو، اینجا برامون نشون داده. خب میخوایم واریز بکنیم. برای واریز میام روی دیپازیت میزنیم. وقتی روی دیپازیت بزنیم این قسمت برای ما باز میشه و وقتی که این قسمت باز بشه، البته کامل لود نکردید، این وبسایت رو میتونید با فیلتر شکن یا بدون فیلتر شکن استفاده کنید. من توصیه میکنم با فیلتر شکن استفاده بکنید، البته فیلتر شکن مطمئن، ولی بدون فیلتر شکن هم باز میشه و مشکلی هم نداره. خب اینجا نوع کوینی رو که میخوام جابجا کنیم BNB یا BUSD یا USDT انتخاب میکنیم، معمولا USDT. شبکه‌مون هم انتخاب میکنیم، معمولا TRC20 رو انتخاب میکنیم. وقتی روی TRC20 بزنید یک آدرسی رو اینجا بهتون میده، آدرس ولت شما توی زیگنالیه و میتونید به این آدرس از طریق شبکه TRC20 جابجا بکنید. دقت بکنید شبکه واریز و برداشتتون باید یکسان باشه. TRC20 هم شبکه ترونه، ERC20 شبکه اتریومه و شبکه‌های دیگه که اونا زیاد استفاده نمیشن. TRC20 معمولا پر تکرار ترینشه برای USDT. اینجا یک کارنت بالانس هم گذاشته که 95 تا USDT الان داخل این اکانت باقی مونده. خب اگر که بخوایم برداشت بکنیم چطور؟ من یه بک میزنم کلا میخوایم برداشت بکنیم. میام روی اینجا قسمت My Exchange Account میزنیم، از این میخوایم برداشت کنیم. ویدرا رو میزنیم، وقتی ویدرا رو بزنیم برداشتامو هست، مثلا چه مبلغای اینجا میبینیم که مبلغی که برداشت شده که حاصل سود یا هر چیز دیگه ای بوده اینجا هست و برداشتم که میخوایم انجام بدیم. ما شبکه مقصدمون رو باید اول نوع شبکه‌اش رو مشخص بکنیم، آدرس ولتش رو اینجا بزنیم، مقداری که میخوایم جابجا بکنیم رو بزنیم. مثلا من میخوام اینجا فرض بکنید که اینجا یه مینیمم هم داریم، میگه زیر 10 دلار دیگه برای جابجا نمی‌کنیم. مثلا فرض کنیم میگیم 50 دلار می‌خوایم برامون جابجا کنیم، میگه که خیلی خب 49 دلار به مقصد میرسه، 1 دلار هم میشه فی این تراکنش یا کارمز این تراکنش و بعد ویدرا رو که بزنید انجام میشه. میتونید نوع کوینتون هم اینجا باز انتخاب بکنید. این هم یه گزینه و پس برای هر دو نوع اکانتمون ما میتونیم این کار رو انجام بدیم دیگه. این اکانت فیوچر بود، اینم اکانت اسپاته که برای هر دوتاش ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این برای واریز و برداشت. خب تا حالا ما واریز و برداشت رو گفتیم، اما چه چیز این سایت جذابه؟ این سایت همونجوری که می‌بینید خیلی ساده است، اصلا انگار شبیه سایت‌های معامله نیست، سایت‌های اکسچنج نیست. به خاطر اینکه دوستان این سایت خودش یه سایت اکسچنج نیست و وصل به صرافی بایننس و هر کاری میکنه، هر معامله‌ای که میکنه وصل به صرافی بایننس و اونجا معاملاتش رو ثبت میکنه و انجام میده. آیا برای ایرانی‌ها مشکلی به وجود میاره؟ تا الان خیر، پشتیبانیش هم کاملا با ایرانی‌ها خوب بوده. ما خیلی با پشتیبانی مکاتبه داشتیم و هیچ مشکلی تا الان نداشتیم و مگه اینکه بعداً مثلا روی سایت زیگنالی بخوان حساس بشن و اینها که پس ما هر معامله که اینجا انجام بدیم گویی که توی بایننس معامله انجام دادیم. حتی میتونیم اکانتمون هم وصل بکنیم به اکانت بایننس که این اصلا توصیه نمیشه. خب این داشبوردمونه، اینا گزینه‌ها چیا هست رو با هم بررسی میکنیم. پوزیشن هامونه که پوزیشن های
بازمون یا بسته شدمون یا اونایی که خطا داده رو اینجا میتونیم کلیک بکنیم. ببینیم الان پوزیشن بازمون صفره و قسمت بالانسه که میتونیم بزنیم چه اتفاقاتی افتاده، نقل و انتقالات مالی و تراکنشمون چطوری بوده. یه دونه آنالیتیک هست، کانکتد تریدرز، کانکتد پرووایدرز، اینا هم هست که حالا در موردش صحبت میکنیم. میریم سراغ قسمت گزینه آخر. من دوست دارم اول از این گزینه آخر اینجا شروع کنم، سمت چپ پایین، تریدینگ ترمینال. وارد تریدینگ ترمینال که میشیم، صبر میکنیم تا لود بشه. الان دیدیم که حالت فیوچریم. اگر بریم روی حالت اسپات، گزینه هامون فرق میکنه. مثلا حالت فیوچر عمده چیزایی که داریم بر اساس تتر محاسبه میشه. مثلا الان اتریوم به تتر رو اینجا نمودارش داریم میبینیم. مثلا من میام سراغ ایاس به تتر، روی حالت 30 دقیقه ایاس به تتر میبینیم که بله یک سیگنال بسیار تمیز و خوبی هم داده، یک کاهش شدید و نصفش هم رشد کرده و قشنگ اینجا میتونست یه سودی رو بهمون بده. خب ما چطوری میتونیم این سود رو بگیریم؟ الان نمودار رو آوردیم، همه ابزارهای نمودار هم کامل اینجا داریم، هر چیزی که بخوایم کامل هست، فقط نمودارش یه ذره درازه وگرنه مثل سایت های دیگه نمودار کامله. میایم اینجا لانگ و شورتمون رو انتخاب میکنیم. پوزیشن اگر میخوایم باز بکنیم، لانگش مثلا طرف خریدمون میشه لانگ، شورت میشه طرف فروش. پس انگار که تو بایننس داریم معامله میکنیم ولی فوق العاده راحت. بعد میگه که آقا رو چه قیمتی؟ الان قیمت تعادلی شد زده. مثلا میگه نه آقا ما این قیمت رو قبول نداریم، میخوایم هم پوزیشن خرید بگیریم. نگاه میکنیم فرضاً میگیم آقا روی قیمت 3.9 برای ما بگیر. پس قیمت رو میزنیم 3.9. هر وقت رسید به این قیمت بقیه دستورات فعال میشه. بعد میگه که حالا چقدر میخوایم مثلا خرید بکنیم؟ مثلا میگیم 50 تتر خرید میکنیم، پس میشه پوزیشن سایزمون 50 میشه. چند واحد برامون میخره رو اون قیمت؟ اگر بتونه 12 واحد برامون میخره. و اینجا لورج هم میتونیم بدیم خیلی راحت. مثلا لورجش الان 1، اگه لورجش رو من بکنم 10، میبینیم که 50 دلار بیشتر پول نداریم ولی پوزیشن سایزمون میشه 500 دلار. و گزینه‌های خیلی جذاب دیگه که داره ایناست، تیک پروفیت لیمیت هست که میگه که آقا شما رو چند درصد میخوای سودتو برداری خدافظی کنی، اینجا مشخص میکنی. چه تعدادشو میخوای بفروشی، همشو مشخص میکنی. اگه گزینه پست اونلی رو بزنید اینو عملا فعال نکردید، پس گزینه پست اونلی رو نمیزنید. بعد یه قسمت دیگه داره اد تارگت، میگه که آقا تارگت اولم اینقدر درصد ازشو بفروش، 50%، تارگت دومم اینقدر دیگرشو بفروش، تارگت سوم تا میتونی تعیین بکنید، میتونیدم حذف بکنید تارگت هاتونو. خیلی این قسمت جذاب، یعنی من واقعا با وبسایت زیگنالی خیلی حال میکنم و بخشی از معاملاتم رو هم با زیگنالی انجام میدم. حالا اینکه چرا بخشش رو انجام میدم یه علت خیلی ساده داره، علتش اینه که نمودار صرافی ها با هم دیگه فرق میکنه و روی هر صرافی که میخوایم معامله بکنیم سعی میکنیم با نمودار همون صرافی معامله بکنیم. این یکی از دلایلشه. یکی دیگه از دلایلش هم که حالا دلایل شخصی منو، نقل و انتقالات مالی نمیخوام توی یه وبسایت باشه، ترجیح میدم مثلا توی 5 6 تا وبسایت پخش باشه. خب پس این تیک پروفیتمون بود و دونه دونه اینها رو دوستان میتونید برید ببینید توی قسمت هلپش، توی قسمت اینجا گزینه هلپ رو که بزنید تمام اطلاعاتش هست و کامل توضیح داده. مثلا اینجا لیمیت اوردر هم هست، مارکت اوردر میتونید بزنید، استاپ لیمیت، مولتی اوردر، خیلی گزینه‌هاش جذابه. یعنی من واقعا باید اصلا یه وبسایت، این وبسایت رو یه دو سه تا ویدیوی مفصل تر و تمیز براش درست بکنم، اینقدری که گزینه‌ها جذابه. یعنی تریدر حرفه‌ای راحت همون اول نقاط ورود و خروج و همه چیشو مشخص میکنه، بعدم خدافظی میکنه میره میشینه فیلمشو نگاه میکنه، بقیه امور زندگیشو میگذرونه و این سایت همه کارا رو خودش براش انجام میده. و خب این تیک پروفیت بود. میریم سراغ استاپ لاس. ببینید استاپ لاسمون خیلی جالبه. استاپ لاس هم خب استاپ لاس تعیین کردن هم میدونید یه حد ضرر تعیین میکنیم، میگم آقا روی این حد ضرر خارج شو. حالا بعضی وقتا ممکنه آقا مثلا ما اینجا پوزیشن خریدمون گرفتیم داریم میایم بالا، استاپ لاسمون هم پایین تر گذاشتیم. من بذارید با خط نشون بدم، اینجا یه خط افقی، مثلا من اینجا خرید کردم، رو خط آبی خرید کردم و استاپ لاس هم اول روی این خط قرمز رنگ بوده، رنگش هم تغییر بدم میکنم قرمز، گفتم فقط یه نموداش دراز، روی قرمز من اینجا حد ضررمو گذاشتم، اینجا هم خرید کردم. حد سودم هم مثلا یه تارگتش اینجاست، یه تارگتش فرض کنید بالاتر، کاری به تارگتش الان ندارم. اگر که من اینجا خرید بکنم
و خرید من برسه تا اینجاها، خب سود خوبی دادم دیگه، ولی فرض کنید تارگتم بالاتر، هنوز برای من نمیفروشه، خب من باید چیکار بکنم؟ آیا باید صبر کنم یه اون نمودار اومد پایین، هرچی سود کردیم اینجا که از بین میره؟ که استاپ لاس ثابت یا فیکست استاپ لاسی که میگه آقا رو این قیمت استاپ لاس منه، رسید بفروش، یه کاری به چیزی نداشته باش. یه مدل دیگه داره فالو تیک پروفیت هست که میگه که تیک پروفیت رو دنبال بکن انقدر درصد که اگر از تیک پروفیت اومد پایین تر شما ملاک استاپ لاس رو قرار بده. اینا رو مفصل در موردش صحبت میکنم، واقعا خیلی جذابه. شما مثلا استاپ لاس تو خرید میکنی و استاپ لاس تی میاد بالا، هرچی نمودار میره بالا استاپ لاس شما هم میاد بالاتر. بعد بریک ایون هم داره که همه اینا رو همونطور که بهتون گفتم توضیح میدم، خیلی جذابه، خیلی جذابه، ولی حالت عادیش هم حالت فیکسه که میتونین بذارین میتونین هم نذارین. یکم تریلینگ استاپه که این دنبال کردن در واقع استاپ لاس دنبال کننده است که بهتون گفتم، وقتی قیمت میره بالا میگه که آقا با فاصله اینقدر درصد استاپ لاس رو بذار، مثلا وقتی رسیده به اینجا ما کلی هم سود کردیم، استاپ لاس خود به خود تنظیمش کردیم که بیاد این بالا دیگه اونجا نیست، یعنی اگه هم نمودار خیلی بیاد پایین ما همچنان یه بخشی از سود رو داریم. این خیلی جذاب میکنه کارو. و بقیه قسمتایی که میتونی مثلا تعیین کنی که آقا سر فلان تاریخ برای من ببند معامله رو، مثلا اینقدر معامله باز باشه، اینقدر بسته باشه یا هر چیز دیگه، و بعد اوپن پوزیشن رو که بزنی پوزیشن رو برامون باز میکنه. این برای فیوچرمون بود. بریم سراغ اسپاتمون، چون گفتیم دوتا اکسچنج داریم دیگه، الان اکسچنج اسپاتمون رو باز میکنیم. وقتی بازش میکنیم میبینیم که مثلا ایاس به تتر رو برامون آورده، ولی قسمت اسپات یه جالبی هم که داره، مثلا شما میتونین آداب اتریوم رو هم بررسی بکنین، مثلا لونا به BTC طرف دومش هم تغییر میکنه. روی حالت فیوچر طرف دوم USDTه، ولی اینجا طرف دومش هر چیزی میتونه باشه، خیلی گزینه‌ها زیاده. و حالا این بذار یه چیز جذاب‌تر رو من انتخاب بکنم، مثلا ریپل به BNB. ببینید ریپل نسبت به BNB چقدر رفته بالا، قشنگ اینجا سودای خیلی بهتر و شیرین‌تری رو میتونین بگیرین توی اسپات. ولی خب معامله اسپات دیگه، یعنی طرف خرید ما معامله داریم دیگه، طرف فروش معامله نداریم. بقیه قسمت‌ها و گزینه‌ها هم همونایی که پیشتر توی ویدیوهای متعدد توضیح دادم و تو همین پیشتر هم الان بهتون توضیح دادم توی قسمت فیوچر. اینجا لیمیت اوردر داریم، مارکت اوردر، اسپات لیمیت اوردر، ایمپورت فرام اکسچنج داریم که این از بایننس میتونیم واردش بکنیم. فکر کنم اکسچنج های جدیدی هم میخواست اضافه بکنه زیگنالی که مثلا از یه اکسچنج دیگه هم بتونیم دارایی همون رو مدیریت بکنیم از طریق زیگنالی. و میبینید که این گزینه هم قبلا درمش توضیح دادم که لیمیت چیه، مارکت اوردر چیه. مارکت اوردر قیمت تعادلی، هم قیمت قرمز است، رو همین قیمت برامون خرید میکنه. و استاپ لیمیت اوردر داره که میگیم هر وقت رسید، یعنی اگر رسید قیمتمون به این استاپ، برامون اینقدر پوزیشن خرید، اندازه اینقدر برامون خرید بکن BNB. اینم پیشتر توضیح دادم در موردش، اگر که البته تو اون ویدیوی مفصلی که همین الان تصمیم گرفتم درستش بکنم حتما میذارم براتون همه اینا رو، چون خیلی وبسایت خوب و جذابیه. و قسمت تیک پروفیتش هم هست مثل همونه که توضیح دادم، و قسمت های مختلف DCA رو داریم، قسمت استاپ لاس مارکت رو داریم، خیلی خیلی جذابه. تریلینگ استاپ رو داریم که این چقدر به کار من اومده، و همه چیزهای دیگه. اوپن پوزیشن هم که بزنیم بعد کجا میاد اینا؟ دوباره میام تو داشبورد، اینجا میاد توی پوزیشن های بازمون، و بعدم اگه بسته بشه سودش میره اون بالا. خب من البته اکانت خودم رو باز نکردم روی زیگنالی، حالا بنا به دلایل شخصی، ولی یه گزینه زیگنالی داره که شما معاملاتی که توی بایننس بکنی یا توی همین زیگنالی بکنی میتونی دسترسی بدی که بقیه بیان معاملات شما رو کپی بکنن. بذاریم من برم با همون فیوچر، بقیه بیان معاملات شما رو کپی بکنن. سیستم کپی تریدینگ اینجا، من یه سری معامله میکنم، بقیه میگن آقا مثلا قبولمون دارن، میگن این آدم خوبیه، بذار من معاملات اینو کپی بکنم. در ازاش هم من یه چیزی ممکنه بگیرم ازتون، ممکنه بگم آقا من مثلا مثل این دوستی که داره معامله میکنه بگم آقا من 48 دلار در ماه میگیرم، 30 دلار در ماه میگیرم، یا ممکنه بگم آقا من مثلا درصدی میگیرم، یکی هم ممکنه بگه آقا من رایگان اصلا من معامله میکنم، هر کی میخواد استفاده کنه میخواد نکنه. و معمولا اینطوریه که
اونایی که پولی هم بهترن و سابقه شون هم اینجا زده دیگه، مثلا بعضیشون سابقه شون میبینی که مثلا هیچ یه مدتیه که هیچ معامله‌ای نداشته، یه تعداد کمی کپیش کردن، مثلا اینجا 8 نفر کپی کردن این تریدر رو. خب خیلی معلومه تریدر خاصی نبوده که افراد کمی کپیش کردن دیگه، معمولا هم برترین هاشو میاره این بالا قرار میده، تریدرها رو برترین هاشو میاد این بالا قرار میده. من هنوز اکانت اینجوری باز نکردم که کسی بتونه کپی بکنه، ولی تو برنامه‌ام هستش که تیم تریدمون که کامل تر بشه حتما این گزینه رو باز بکنم که لینکش رو در دسترس همه قرار میدم. اینا سیستم کپی تریدینگمونه که تا این پایین میتونیم ببینیم، خودتون هم میتونید سیستم کپی تریدینگ رو راه بندازید، توضیحاتو میدم. یکی دیگه از سیگنال پرووایدرز، یه سری هستن آقا سیگنال بهتون میدن ولی خرید و فروش ممکنه نکنن، و اینا هم هست که سیگنالایی که هست میبینید، میتونید حتی فالو کنیم، این الان فالو شده است، میتونیم استاپش بکنیم، میتونیم ببینیم شرایطش، مثلا روش من کلیک بکنم یکیش رو با هم دیگه ببینیم چیه. اینجا اباوت هاست هست درباره ما که آقا ما کی هستیم، داریم چیکار میکنیم، استراتژیامون چیه، توضیح میدن. معمولا هم باید توضیحاتشون کامل باشه و معمولا هم انگلیسی، فارسی نداریم. مثلا این دوست عزیزمون آقای سیلوا، خوزه سیلوا، توی برزیل داره معامله میکنه، دمش هم گرم، تلگرام هم داره، توییتر هم داره، اینا میتونیم دنبالش بکنیم. و اینم کپی تریدر و سیگنال پرووایدر. یکم پس پروفیت شیرینگ، خب همون کپی تریدر که گفتم ماهانه پول میگیرن، پروفیت شیرینگ میگه آقا من هر چقدر سود کردم یه درصدشو برمیدارم. اینا ربات‌های معاملاتی ان عمدتاً که سودای نسبتاً خوبی هم میگیرن بسته به شرایط بازار. ما هم چند تای ربات درست کردیم، منتها ربات ها رو بنا به دلایل متوقفش کردیم تا توسعهش بدیم که ما دیگه فقط سودساز باشیم دیگه، چون اون باری که در واقع لیکوید میشه بازار، ربات ها عمدتا زیانده میشن. نگاه کنید اینجا زیانده شده، این ربات که تازه اومده، یا این اینجا زیانده شده، اینایی که اینجا مثلا این منفی 15% همش زیانده بوده ولی در مجموع میبینیم پوزیشناش سودده هست، یا اینا نگاه بکنید چقدر نوسانی. همه ربات ها این ویژگی ها رو دارن. ما داریم سعی میکنیم یه رباتی درست بکنیم که نمودارش بیشتر این شکلی باشه، یعنی پایین نیاد. البته این ربات هم اوپن پوزیشن هاش منفیه، خیلی هاشون پیش میاد همون اول کار اوپن پوزیشن هاشون منفی میشه و این یه چیز طبیعیه. خب اینا ربات های مختلفی که میتونین استفاده بکنین. ربات هایی که خود این سایت توصیه میکنه بهتون، یعنی تو این لیست هست، بیشتر از 10-20 دلار دوستان توش نذارید، من اصلا توصیه نمی کنم، مگر اینکه خودتون یه رباتی درست کرده باشید یا یه آدم مثلا معتمدی باشه یه رباتی درست کرده، آقا مثلا 100 دلار یا یکم بیشتر بذارید. و اینکه کلا توی ربات ها هیچ وقت، حتی اگر من، حتی اگر چه میدونم یه نفر دیگه معتمدترین آدمی که شما میشناسین اومد گفت آقا یه ربات درست کردم خدا بیاید پولاتون رو توش بذارید، هیچ وقت بیشتر از 1% کل سرمایه رو ما توی ربات نمیذاریم، هیچ وقت این کار نمیکنیم، چون ربات دیگه بعضی شرایط پیش بینی نشده ممکنه داشته باشه که زیاندهش بکنه. این هم از این قسمت. این دیگه اینم قسمت نایت مودشه که بزنیم سفر سیاه میکنه و سفر رو روشن میکنه دیگه، همشو توضیح دادم، ولی ریزکاریاشو چم و خم داستانش هم باشه توی ویدیو بعدی بهتون توضیح بدم. ولی قسمت هلپ هم هست، هر کسی هر سوال داره میتونه بره تو قسمت هلپ، یا اینجا اگر سوال داری میتونید صحبت‌های بقیه رو هم ببینید. قسمت ستینگ هم برین، مربوط به اکانتتون میتونید تنظیماتی بکنید. لنگویج معمولا زیاد بهش کاری نداریم چون فارسی رو پشتیبانی نمی‌کنن. امیدوارم که از وبسایت زیگنالی حسابی استفاده بکنید. نحوه ثبت نامش هم همونطور که بهتون گفتم آخر این ویدیو اضافه می‌کنم اگه دوست داشتید استفاده بکنید. دوستتون دارم، پرسود و پربرکت باشید. خب من الان میخوام که ثبت نام میکنم، ساین آپ اینجا نوشته، اینجا نام رو وارد میکنیم، ایمیل رو وارد میکنیم، پسورد رو وارد میکنیم، اینجا پسورد رو تکرار میکنیم، اینجا این تیک رو میزنیم که متوجه بشه ما ربات نیستیم و انسانیم، و بعد ساین آپ رو میزنیم. خب من اینها رو تکمیل بکنم. خب دوستان موقعی که ثبت نام تکمیل میشه این صفحه پیش روی ما میاد، ما دیگه ثبت نام کردیم، اینجا آیدی مونه، اکانت مونه، میتونیم بریم توی قسمت ستینگ. وقتی وارد ستینگ میشین از توی قسمت امنیتی پسورد رو میتونید تغییر بدید و میتونید حتی دو عاملیش بکنید. برای دو عاملی کردنش کافی که گوگل آتنتیکیتور رو توی موبایلتون نصب داشته باشید و بعد یک مرحله ساده‌ای داره، مرحله با کیو آر کد، میتونید دو عاملیش بکنید. دو عاملیش که بکنید خب امنیت طبعا میره بالاتر، بقیه مشخصات و چیزهای مختلف هم اینجا هست که میتونید بهش دسترسی